کشف جسد یک جوان در پکتیا. وزارت تحصیلات عالی طالبان: استادان زن دیگر حق اشتراک در کنفرانس‌های علمی مردان را ندارد. و همچنان در پایان، همین اکنون جنگ در 56 نقطه کشور به شدت جریان دارد. مشروع خبرها: منابع محلی در ولایت پکتیا میگویند جسد یک جوان که چند روز پیش اختطاف شده بود از این ولایت پیدا شده است. منابع امروز دوشنبه 15 عمل به روزنامه 8 صبح میگوید که این جوان بیت‌الله نام داشته و باشنده اصلی ولایت خوز بوده است. طالبان در پکتیا با پخش خبرنامه گفتند که در پیوند به قتل این جوان دو نفر بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به مسئولان امنیتی ولایت خوز سپرده شده است. آمار گردآوری شده از سوی روزنامه 8 صبح نشان می‌دهد که تنها در جریان یک هفته اخیر 23 غیر نظامی و نظامی حکومت پیشین در ولایت‌های گوناگون کشور کشته و دو تن دیگر در جریان رویدادهای جداگانه زخمی شدند. این آمار مربوط به رویدادهایی است که رسانه‌ای شده و شمار قتل‌های پنهان تا هنوز به درستی مشخص نیست. وزارت تحصیلات عالی طالبان: استادان زن دیگر حق اشتراک در کنفرانس‌های علمی مردان را ندارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان طی مکتوب رسمی به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دستور داده است که استادان زن دیگر حق اشتراک در کنفرانس‌های علمی مردان را ندارند. در این مکتوب آمده است که استادان، دانشجویان و فارغان زن حق اشتراک در برنامه‌های مردانه را ندارند. همچنان در این مکتوب به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دستور داده شده است تا برنامه‌ها برای زنان و مردان جداگانه تنظیم شود و هیچ مرد نیز حق اشتراک در برنامه‌های زنان را ندارند. در این مکتوب به دانشگاه‌های خصوصی دستور داده شده که دانشجویان حق ندارند مراسم فراغتشان را بدون هماهنگی دانشگاه مربوطه تجلیل کنند. وزارت تحصیلات عالی طالبان پیش از این نیز استادان و دانشجویان را از گفتگو با رسانه‌ها منع کرده بود. خبرهای از جبهه مقاومت: احمد مسعود با فرماندهان جبهه مقاومت ملی دیدار نمود. در همین حال در 56 نقطه جنگ جریان دارد. همچنان عبدالرؤوف شهزاد در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد: تلفات بیش از حد طالبان در پنجشیر، پای قاری فسیح‌الدین را به این ولایت کشان. مجازات سفید و آموزش دختران، ادامه اش گزارش از روزنامه 8 صبح کابل. آموزش زنان در افغانستان دارای تاریخ پرتنش و حساسیت برانگیز بوده است که از زمان اصلاحات امنی شروع و تا دوران جمهوریت همیشه به آن برچسب نماد غرب‌گرایی خورده و تحولات زیاد را نیز رقم زده است. حضور زنان در تاریخ این سرزمین همیشه رنگ جنگ مدرنیته و سنتگرایی را به خود گرفته و از آن به عنوان ابزار سیاسی یا جنگی استفاده شده است. اما در حقیقت نمیتوان بدون حضور زنان به اقتصاد و توسعه پایدار نائل آمد، مگر اینکه برای آن شکل و شمایل داد. آموزش و پرورش از مسائل بسیار مهم دنیا است و تقریبا تمام داده‌های علمی و توسعه‌ای جهان بر آن استوار است. بر اساس شاخص‌های ارائه شده از سوی بانک جهانی، آموزش و پرورش از معیارهای توسعه پایدار پنداشته می‌شود و بدون آن توسعه و پیشرفت غیر ممکن است. رشد و شکوفایی شخصیت انسان در گرو آموزش و دانش است. در واقع آموزش و پرورش ابزاری است که روان انسان‌ها را به شکوفایی می‌رساند و جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت سوق می‌دهد. آموزش و بهداشت عمومی موضوعات به هم پیوسته هستند که یکی بدون دیگر قابل تصور نخواهد بود. سلامت جامعه مستلزم آموزش و پرورش تمام اقشار جامعه است. جامعه سالم با آموزش به وجود می آید و جامعه نابهنجار بدون دانش و تعلیم. از این رو آموزش فرایندی است که بچه‌ها نو یادگیری می انجامد. یادگیری برای زندگی کردن با یکدیگر، یادگیری برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن امور و یادگیری برای بودن. این چهار فاکتور به هر فرد امکان می دهد تا بر جریان زندگی خود، محیط اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی کنترل و نظارت داشته باشند. کنترل و نظارت در امور زندگی انسان را قادر می سازد تا سرنوشت خود را به دست خود تعیین کند. لازمه تداوم زندگی فردی و اجتماعی حضور زنان و دختران در جامعه است. زمانی که تداوم جامعه بدون زن ناممکن باشد، لازم است زندگی کردن با آنان و آنان با دیگران را بیاموزیم. پس برای اینکه زندگی بهتر داشته باشیم، ضروری است که زنان نیز زندگی با دیگران را یاد داشته باشند. یادگیری بدون آموزش غیر ممکن و آموزش بدون مکتب بسیار دشوار است. بنابراین آموزش دختران و بازگشایی مکاتب برای تداوم جامعه لازم و ضروری است. آموزش حق و مسئولیت است.
آموزش حق است و این معنا که تمام افراد جامعه بدون در نظر داشت جنسیت، رنگ، نژاد و قومیت حق دارند از آموزش برخوردار باشند. آموزش مسئولیت است و این معنا که دولت‌ها مطابق قوانین ملی و بین‌المللی مکلفند شرایط آموزش را برای همه به صورت یکسان فراهم سازند. بنابراین معنا آموزش از یک طرف بار حقوقی دارد که در قوانین بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع تبعیض در آموزش و میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به آن اشاره شده است که باید طالبان به آن جواب ارائه کنند. از طرف دیگر بار مسئولیت دینی و شرعی دارد. متون دینی در اسلام که مبنای همه اینها قرآن است، تفاوت میان زن و مرد در آموزش قائل نیست، بلکه هم افراد را فارغ از جنسیتشان ترغیب به علم آموزی کرده و این مهم را فرض قرار داده است. پس کسانی که فرض الهی را نادیده میگیرند یا به نحو مانع انجام آن میشوند باید اساسا مورد نکوهش قرار گیرند و به عنوان گناهکاران به آنها دیده شود. بنابراین زمانی که طالبان با دیدگاه تشریعی و ایدئولوژیک حاکمیت میکنند باید موضوعیت حقوق افراد را که در دین اسلام نیست اکیدن مورد توجه قرار گرفته مورد توجه قرار بگیره، نه اینکه فرهنگ و برداشت قبیله خود را در قالب دیدگاه فقهای اسلامی بر مردم افغانستان تحمیل کنند. ممانعت زنان و دختران از آموزش و پرورش در قرن 21، قرن ادلاد و توسعه همسان یا زنده به گور کردن دختران قبل از این اسلام در میان عرب‌ها پنداشته می شود. توسعه و پیشرفت بشر امروز به صورت است که بسیار از ممانعت ها را به عنوان جزا تعیین کردن. یکی از این ممانعت ها همین منع کسی از دسترسی به آموزش است. یکی از مجازات های دنیای مدرن در حقوق جزا منع دسترسی به صفحات اجتماعی و اینترنت است که کشورهای زیاد از این روش برای مجازات مجرمان پیروی میکنند. در واقع ممانعت دختران از آموزش به گونه مجازات است که به صورت تدریجی روان و روح دختران را از بین میبرند. قرن 21 قرن دانش و علم است. دانش جزء لازمه زندگی در این قرن پنداشته میشود و عدم دسترسی به آن همانند این است که کسی را از آب و نان و یا از آزادی منع کرده باشید. نگاه طالبان به دانش آموزان دختر تبکرانه است. این نوع نگاه باید از اساس دگرگون شود که از این دو است که طالبان هم بر اساس موزه های دینی و هم بر اساس نظام حقوق بین المللی متخلف پنداشته می شوند و سازمان های عامی حقوق بشر و حق آموزش باید از آنها وضاحت بخواهند. بنابراین زمانی که طالبان با دیدگاه تشریعی و ایدئولوژیک حاکمیت می کنند باید موضوعیت حقوق افراد را که در دین اسلام نیست اکیدن مورد توجه قرار گرفت مورد توجه قرار دهند، نه اینکه فرهنگ و برداشت قبیله‌ای خود را در قالب دیدگاه فقهای اسلامی بر مردم افغانستان تحمیل کنند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش. خدا یار مددگار همه شما.